به نام خدا، دکتر هدایتی هستم، متخصص روان‌پزشکی و فلوشیپ سایکوسوماتیک. من پس که در خدمتتون هستم در رابطه با آشنایی با سایکوسوماتیک. من پس سایکوسوماتیک در طب از حدوداً 50 سال پیش مورد توجه بوده. اصطلاح سایکوسوماتیک برگرفته از یک کلمه یونانی هست، ترکیب دو تا کلمه سایک و سوما. سایک به معنی روح هست و سوما به معنی بدن. و در اصل کلمه سایکوسوماتیک بیانگر موقعیت هایی هستند که در اون از لحاظ روانی و جسمی متوجه میشیم که فرد مورد آسیب قرار گرفته و هر کدوم از اون دو تا موقعیت ها میتونن بر روی اونی تاثیر بگذارن. در واقع وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی افراد در تعامل با همدیگه سلامت یک فرد رو رقم می‌زنند. ببینید، علت بروز مشکلات روان‌پزشکی مسائلی هست که در مغز اتفاق می‌افته، تغییراتی هست در سطح نوروترانسمیترهای مغزی اتفاق می‌افته. و همونطور که می‌بینیم مغز با همه قسمت‌های بدن از طریق هورمون‌ها یا اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک در ارتباط هست. بنابراین همین هست که وقتی شما اضطراب زیادی رو تجربه می‌کنید، وضعیت گوارشتون ممکنه تحت تأثیر قرار بگیره. این ارتباط متقابل بین مغز و جسم مسئله‌ای هست که دو طرفه هست. یعنی یه وقتهایی اون تغییراتی که در بین در وضعیت نوروترانسمیترها و هورمون‌های اتفاق میفته میتونه باعث تغییرات جسمی بشه، و گاه اون چیزی که در بدن اتفاق میفته میتونه که باعث بشه که مغز این برداشت براش پیش بیاد که دچار یک آسیب روانی هست. بسته به اینکه این پیام‌ها که از جسم به مغز میرسن کدوم ناحیه مغزی رو تحت تاثیر قرار بدن، با توجه به اینکه مسائل مختلف مغز در درک‌های مختلف اضطراب، افسردگی یا توهمات دخیل هستند، ممکنه که فرد علامت‌های مختلف روانی رو به دنبال بیماری‌های متفاوت جنسی تجربه کنه. خب، در رابطه با مبحث سایکوسوماتیک و طب سایکوسوماتیک، این همونطور که گفتیم از سالها پیش مورد توجه بوده و موقعیت روانشناختی بیماران جسمی برامون اهمیت پیدا کرده و سعی می‌کنیم که به سلامت بیماران جسمی از لحاظ روانی توجه بیشتری کنیم و اهمیت بیشتری برای این مسئله قائل بشیم، به خاطر همون تأثیری که میتونه وضعیت جسمی بر سلامت روانی داشته باشه و خود سلامت روانی هم میتونه پروگنوز مسائل جسمی رو تحت تاثیر قرار بده. شاید جالب باشه که بدونید در سطح بالایی از بیماران جسمی مشکلات روانشناختی رو تجربه میکنند، به طوری که آمار نشون میده که این درصد چیزی حدود 20 تا 67% هست. این بستگی داره که بیمار چون مشکل جسمی رو تجربه کنه. ممکنه که در افرادی که دیسیبیلیتی های شدید جسمی رو تجربه می کنند، احتمال بیماری های روانشناختی بالاتر باشه. درصد بالایی هست، 20 تا 67%. هیچ وقت بهش که خودتون فکر کردید که از بین بیماری هایی که در بیمارانی که در مثلا بیمارستان نمازی بستری هستند، ممکنه توی یک بخش 67% نزدیک به 70% بیماران مشکل سایکیاتری داشته باشند، درصد خیلی زیادی هست. بنابراین لازم هست که با روان پزشکی و مشکلات روانشناختی آشنا باشیم، حتی اگر تصمیمتون این باشه که در هر کدوم دیگه از شاخه های پزشکی بخواید تحصیلاتتون رو ادامه بدید و یا بخواید به عنوان جنرال فیزیشن شغلتون رو ادامه بدید. شاید جالب باشه که بدونید که درصد اختلالات روانشناختی در بیماران بستری بیمارستان های جنرال
خیلی بالاتر از اون چیزی هست که در جامعه میبینیم یا در قسمت پرایمری کیر مشاهده میشه. به طوری که درصد افسردگی در بیمارستانهای جنرال دو برابر اون چیزی هست که در جامعه دیده میشه و یا سوء مصرف مواد دو تا سه برابر اون چیزی هست که در حالت عادی در جامعه انتظار داریم. و مشکلی مثل دلیریوم که یک نقص توجه هست و نقص شناختی هست رو در 18% بیمارانی که در بخشای جنرال بستری هستن شاهد شدیم. همین اینها مسائلی هستند که میتونن پروگنوز و سلامت روانی یک فرد رو تحت تاثیر قرار بدن. بنابراین شناختن اونها و درمان اونها اهمیت داره برای که بتونیم سلامتی جسمی بیمارانمون رو بهتر تامین کنیم. خب چرا این کوموربیدیتی مسائل سایکیاتری برامون اهمیت داره؟ یکی به خاطر این هست که این مسائل همونطور که گفتم پروگنوز مشکلات جسمی رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا فردی که دچار کرونری آرتری دیزیز هست اگر دچار افسردگی بشه ممکنه توجه کمتری به سلامتی خودش داشته باشه، رعایت دستورات تغذیه‌ای رو نکنه، سیگار بکشه یا داروهاش رو از شدت افسردگی حاضر نباشه درست مصرف کنه و یا اینکه شدت افسردگی به حدی باشه که فرد دچار فراموشی بشه و اصلا حواسش نباشه که بخواد مراقبت‌های معمول خودش رو انجام بده. افسردگی میتونه مرگ‌ومیر بیمارانی که دچار MI هستند رو تحت تاثیر قرار بده. بنابراین در بیمارانی که در سی‌سی‌یو بستری هستند خیلی مهم هست که وضعیت روانی بیماران رو مورد توجه قرار بدیم و همکاران کاردیولوژی توجه ویژه‌ای به این مسئله دارند و این بیماران بخش عمده‌ای از مشاوره‌های روان‌پزشکی رو تشکیل میدن. برای اینکه فردی که دچار دیابت هست اگر که دچار افسردگی باشه کنترل قند خونش پایین میافته. یکی باز به خاطر همین هست که کامپلیانس درمانیش کاهش پیدا میکنه. یکی به خاطر این هست که خود افسردگی یه سری تغییرات رو در سطح کورتیزول و هورمون‌ها ایجاد میکنه و مانع از این میشه که داروها بتونن کار خودشون رو درست انجام بدن. و یکی هم خب یه فرد افسرده سبک زندگی سالمی نمیتونه داشته باشه، فعالیت بدنی کافی نداره و همه اینها قند خونش رو تحت تاثیر قرار میده، باعث صدمه واسکولار به فرد میشه. یا اینکه فردی که دچار استروک هست به خاطر افسردگی ممکنه که احتمال اینکه بتونه برگرده به زندگی قبلی خودش و سلامتی خودش رو به دست بیاره کاهش پیدا کنه. به همه اینها ما رو به این سمت میبره که تشخیص مشکلات سایکیاتری در بیماران جنرال اهمیت زیادی داره. همونطور که گفتم افسردگی ممکنه که اترنس و پذیرش دارویی رو در بیماران تحت تاثیر قرار بده. شاید یکی از نگرانی ها در رابطه با افرادی هست که دچار HIV هستن. این افراد ممکنه به خاطر افسردگی حتی افکار مرگ، خودکشی یا دیگرکشی رو داشته باشن، سویسایدال یا هومیسیدال بشن. بنابراین این مسئله ممکنه که باعث بشه نه تنها رعایت مسائل ایمنی رو در رابطه با سلامتی خودشون نداشته باشن، بلکه به راحتی سلامتی بقیه افراد رو هم در جامعه تحت تاثیر قرار بدن و به اونها هم آسیب برسونن. در کل اگر که قرار باشه که یه جمع‌بندی داشته باشیم در رابطه با اینکه مسائل مدیکال و مسائل سایکیاتری چطوری ممکنه با هم دیگه ارتباط داشته باشند، میتونیم اون رو در قالب این شکل تفسیرش کنیم. مورد اول مواردی هستند که اختلالهای روانپزشکی ممکنه تظاهر یک بیماری مدیکال باشند. مثلا فردی که دچار هایپرتیروئیدی هست ممکنه که شدیداً بیقرار باشه، اضطراب داشته باشه، بنابراین این اضطرابش پرزنتیشن مشکلات مدیکالش هست و وقتی که مسائل مدیکال مدیریت بشن مسائل سایکیاتری خود به خود درمان میشن و ممکنه که اصلا نیازی نداشته باشیم که بخوان یک درمان جداگانه رو برای مسائل سایکیاتری در نظر بگیریم. مورد دوم که در پایین تر نوشته شده مربوط به مواقعی هست
که مسائل مدیکال باعث میشن که مثلا یک دیسیبیلیتی برای فرد اتفاق بیفته و فرد در واکنش به دیسیبیلیتی خودش دچار اضطراب یا افسردگی بشه. مثلا فردی که همیشه ورزشکار بوده، کوهنورد بوده و الان در یک حادثه کوهنوردی پاش رو از دست داده و پاش باید آمپوته بشه. مسلما برای این فرد تحمل کردن این شرایط بسیار سخت است و ممکنه باعث بشه که واکنش‌های افسردگی در فرد اتفاق بیفته. ممکنه یه وقت‌هایی مسائل مدیکال باعث بشن که برای فرد کامپلیکیشن‌های اتفاق بیفته و این کامپلیکیشن‌ها مشکلات سایکیاتری رو به دنبال داشته باشند. مثلا فردی که یک بیماری مثل دیابت رو داره تجربه میکنه و به خاطر مسئله دیابت ممکنه که دچار یک سری عوارض جسمی متعدد بشه، عوارضی که حتی ممکنه که واضحاً برین رو تحت تاثیر قرار بدن. مثلا همونطوری که ما تغییرات میکروواسکولار رو در چشم در بیمار دیابتی میبینیم، همین تغییرات میکروواسکولار در مغز هم اتفاق میفته. اگر قسمت هایی که مربوط به افسردگی باشه و درگیر کرده باشه، میتونه فرد دچار افسردگی بشه. در سمت دیگه تاثیر میبینیم که ممکنه که مسائل مدیکال در پرزنتیشن یک مسئله سایکیاتری باشن که اتفاق افتاده. مثلا فردی که دچار یک بیماری زمینه ای هست مثل یک بیماری اسکیزوفرنی و خود ژن‌های بیماری باعث میشن که فرد مشکلات جسمی دیگه ای هم پیدا کنه، مثلا مستعد باشه به سرطان ریه. ممکنه به صورت کوموربید مسائل مدیکال و سایکیاتری رو در کنار همدیگه داشته باشیم. مثلا همونطوری که یه آدم ممکنه که سرما بخوره، در این حال زمین هم بخوره و پاش بشکنه، به همین شکل ممکنه دو تا مسئله سایکیاتری و مدیکال هم کنار هم پیش بیاد. طرف یک افسردگی مزمن داره، در این حال دچار سرطان پانکراس هم شده. و آخرین مورد مربوط به مواقعی هست که اختلالات مدیکال در از کامپلیکیشن مسائل سایکیاتری هستند. مثلا شما برای درمان یک مشکل سایکیاتری دارید داروی استفاده میکنید و این دارو ممکنه که باعث بشه مشکلات مدیکال اتفاق بیفته، فرد مستعد به دیابت بشه به خاطر اینکه دارو تظاهرات هایپرگلایسمی و افزایش وزن رو برای فرد دامن میزنه. خب حالا در سایکوسوماتیک چه ارزیابی بعد از افراد انجام بدیم؟ ما در کنار اون معاینه معمول جسمانی یک هیستوری مدیکال فرد رو می‌بینیم و یک فیزیکال اگزم خوب هم انجام می‌دیم. ارزیابی استاندارد روانشناختی که با اصطلاح MSE می‌شناسیمش، منتال استاتوس اگزامینیشن، اون رو هم برای افراد انجام می‌دیم و یک تاریخچه روانپزشکی رو هم از افراد به طور مختصر مرتبط با شرایط جسمانیشون میگیریم. که میگیم مصاحبه روانشناختی انجام بدیم برای همه افراد و شامل این مسائل هست که در مورد شرایط روانشناختی فردی که آیا اضطراب تجربه میکنه، افسردگی رو تجربه میکنه، آیا شده که در کنار اون مسائل مدیکالش یه وقتهایی توهم رو تجربه کنه، دچار هذیان بشه، یعنی یک باورهای ثابت غلط رو تجربه بکنه، یا اینکه نه مثلا توهم بویایی، توهم بینایی یا شنوایی داشته باشه، یا اینکه اختلالی در روند غذا خوردنش اتفاق افتاده باشه. اگر سابقه قبلی مسائل سایکیاتری داره اونها رو هم چک میکنیم. مثلا فردی که الان به خاطر دیابت اومده بستری شده، ولی به شما میگه که سابقه دو بار بستری در بخش اعصاب و روان هم دارم. خب این فرد خیلی مهم هست که حتما ما داروهای روان پزشکیش رو بیان چک کنیم. ممکنه همون داروها هست که داره فرد رو در معرض دیابت یا در معرض دیکه قرار میده. سابقه خانوادگی افراد رو چه از لحاظ مدیکال چه از لحاظ سایکیاتری چک بکنیم. فردی که الان دچار یک مشکل مدیکال هست اما توی خانواده با افراد زندگی میکنه که مشکل سوء مصرف مواد رو دارن، بیمار شما هم دچار آسم هست،
خب مسلما براتون مهم هست که بتونید موقعیت این خانواده رو مدیریت کنید، و در اگه فرد دچار آسم دوباره برگرده به خونه که همه دارن سابستانس استفاده میکنن، خب دوباره دچار آسیب میشه. در ارزیابی روانشناختی سابقه تکاملی فرد رو هم مورد بررسی قرار میدیم. اینکه از لحاظ تکاملی صحبت کردنش، راه رفتنش مورد در زمان مناسب اتفاق افتاده یا نه، و اینکه یک ریویو آف سیستم کامل از افراد داشته باشیم، همونطوری که دقیق چک میکنیم که وضعیت قلبی، وضعیت ریوی، وضعیت گوارشی افراد چه شکلی هست، وضعیت روانشناختی فرد رو هم به طور کامل چک میکنیم. مدیکال هیستوری افراد رو هم به طور دقیق در میاریم و همه درمان هایی که افراد برای مشکلات مدیکالشون و سایکیاتریشون میگیرن رو هم چک میکنیم. چون ممکنه که یه وقتایی ما داریم داروی رو برای کنترل وسایل سایکیاتری فرد میدیم، اما ممکنه این دارو تداخل داشته باشه با داروهایی که داره فرد برای مسائل مدیکالش استفاده میکنه. گفتیم ما غیر از فیزیکال اگزمی که براش بررسی میکنیم وضعیت قلب طرف، ریش، ابدومنش رو چک میکنیم، یه فیزیکال اگزم خاص روانپزشکی هم داریم به اسم MSE، Mental Status Examination. برای که یادمون باشه که در MSE ما چه مسائلی رو باید چک کنیم، میتونید این جمله رو به خاطر بسپارید: Always send mail to the post office. حروف اول اینها به شما نشون میده که در ارزیابی روانشناختی ما چیا رو چک میکنیم. اپیرنس فرد رو چک میکنیم، این که مثلا ظاهرش متناسب با شرایط سنیش هست، آیا متناسب با موقعیت رفتار میکنه، کوپریت هست یا نه، آی تو آی کانتکت داره یا نداره. شرایط اسپیچ فرد رو چک میکنیم، این که آیا صحبتهای فرد متناسب هست با موقعیت، یا این که مثلا میوته حرف نمیزنه، فقط یک جمله رو هی دائم داره تکرار میکنه، به حالتی که بهش میگیم پرزوریشن. و این شرایط رو ما در افرادی که دچار مشکلات آسیب مغزی هستن یا اسکیزوفرنی‌های مزمن دارن ممکنه ببینیم، یا اینکه نه توی صحبت کردنشون حاشیه پردازی دارن، یا اینکه توی صحبت کردن دائم از این شاخه به اون شاخه میپرن. ام رو برای دو علامت مموری و مود هر دو در نظر میگیریم. حافظه افراد برامون مهم هست. حافظه نزدیک، دور یا حافظه نزدیک دور رو در این افراد چک میکنیم. وضعیت مود یعنی وضعیت خلقی افراد. اون چیزی که خودشون در رابطه با شرایط روحی خودشون توضیح میدن. مثلا میگن که مضطرب هستم، افسرده هستم، شاد هستم. در مقابل مود ما یک عبارت دیگه رو هم داریم به اسم افکت. افکت اون چیزی هست که ما خودمون از شرایط روحی فرد برداشت میکنیم. شده یه وقتهایی براتون پیش میاد، دوستتون میاد به اتاق شما، بهش میگی که حالت چطوره، میگه خوبم. این مشروخه نکن، من احساس میکنم که یه مشکلی هست. شما از کجا دارید احساس میکنید؟ شما از روی تون صحبت کردن طرف مقابل، از روی ظاهرش، از روی نگاه کردنش، از روی عکس العملاش یا محتوای حرفی که داره میزنه این برداشت رو داریم. بنابراین توضیح میدید که افکت یعنی اون چیزی که خودمون برداشت میکنیم با اون مودی که وجود داره با هم متناسب هست یا نه. در مورد افکار افراد صحبت میکنیم. تاوت میدیم که آیا این فرد فکر خودکشی داره، فکر هزیانی داره، آیا این فرد دچار افکار وسواسی هست؟ در رابطه با ادراک افراد توضیح میدیم. شما دو تا اصطلاح رو در اون زمینه پرسپشن ممکنه بشنوید. یکی اصطلاح ایلوژن هست، یکی اصطلاح هالوسینیشن. ایلوژن یعنی افراد یه چیزی رو میبینند اما اون رو اشتباهی برداشت میکنند. مثلا ممکنه شما برید کشیف آیسیو بدید، باهاتون تماس میگیرن، میگن یه مریضی هست که خیلی به هم ریخته، میرید بالای سر چراغ روشن میکنید و مریض میگه چقدر خوب شد چراغ روشن کردید، من فکر کردم یه نفر پشت پنجره وایساده. و شما نگاه میکنید نه، صرفا یه سایه درخت بوده که پشت پنجره بوده. این میشه تعریف ایلوژن. و اینکه افرادی که دچار توهمات مختلف بینایی، بویایی یا شنوایی هستند، این تجربه رو در قالب پرسپشن براشون تعریف می‌کنیم. و در نهایت اینکه توضیح میدیم که این افراد اورینت به تایم، پلیس و پرسپشن هستن یا نه. مجموع اینها
اون منتال استاتوس اگزامینیشن ما رو تشکیل میده که برای ارزیابی های روانشناختی بسیار برامون اهمیت داره. یک مسئله مهم دیگه در ارزیابی های سایکوسوماتیک این هست که فرد خودش چه احساسی نسبت به بیماری خودش داره. این مسئله چقدر سلف ایمیجش رو تحت تاثیر قرار میده، چقدر سلف استیم فرد رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا فردی که قرار هست به خاطر کانسر تحت عمل جراحی قرار بگیره و مستکتومی بشه، ممکن این مسئله شدیداً سلف استیم فرد رو تحت تاثیر قرار بده و روی سلف ایمیج فرد تاثیر بذاره. در بحث سایکوسوماتی و مشاوره های اون ما حتما باید به این مسئله توجه داشته باشیم و به افراد کمک کنیم که بتونن یک ادجاستمنت و تطابق خوبی با تغییری که قراره در زندگیشون اتفاق بیفته داشته باشن. مسئله دیگه که در ارزیابی روانشناختی سایکوسوماتیک برامون مهم هست این هست که ببینیم که استرس برای این افراد چه معنی داره، چه خصوصیت‌های شخصیتی دارن، کوپینگ و سازگاری اونها در مقابله با موقعیت‌هایی که براشون پیش میاد چی هست. مثلا اگر فردی باشه که وقتی که دچار یک مشکل میشه ازش پرهیز میکنه و اون موقعیت رو انکار میکنه، این آدم اگر دچار سرطان باشه ممکنه خیلی راحت بیماری خودش رو ایگنور بکنه و حاضر نشه وارد درمان بشه. اصلا قبول نمیکنه که دچار بیماری سرطان هست و ممکنه که اصلا مراجعه به درمانگر نداشته باشه. در افرادی که وقتی که با یک بیماری روبرو میشن شدیداً دست و پای خودشون رو گم میکنن و مضطرب میشن، این فرد خب ممکنه که در یک موقعیت بیماری جسمی نتونه سریع خودش رو جمع و جور بکنه و وارد پروسه درمان بشه و تأخیر در درمان بتونه شدیداً سلامتی اون رو تحت تاثیر قرار بده. پس اینکه بدونیم که فرد تا حالا وقتی دچار یه مشکل میشد چطوری عکس‌العمل نشون میداد برامون اهمیت زیادی داره. از اطلاعاتی که به دست آوردیم ممکنه که لازم باشه برای تکمیل کردن اونها بخوایم اطلاعات رو از افراد دیگه هم بخوایم بگیریم، مثلا از خانواده بیمار، منابع دیگه اطلاعاتی که وجود داره، پرونده جسمی بیمار، اینکه مثلا کاردستش رو نگاه کنیم، داروهاش رو ببینیم که چیزایی هست، اینکه بخوایم نامه‌ای که مثلا از پزشک خانواده‌اش آورده اون رو بخوایم چک بکنیم که بر اساس اینها بخوایم تصمیم بگیریم که آیا لازم هست ارزیابی‌های بیشتر و مداخلات بیشتر انجام بدیم یا نه. مثلا میام چک میکنیم میبینیم که خیلی خوب من در این مریضم، چون که شک دارم که بخواد مسائل جسمی دیگه‌ای زیربنای مشکلات سایکیاتریش باشه، ممکنه ترجیح بدم که براش برین MRI انجام بدم یا ممکنه که تست آمیلاز لیپاز انجام بدم برای که بخوام بدونم که مثلا یک کانسر پانکراس عامل بروز افسردگی این فرد تو سن 60 سالگی نیست، فردی که تا حالا هیچ علامت بیماری دیگه‌ای نداشته. خب همه اطلاعاتی که ما از هیستوری و از MSD به دست آوردیم در کنار اون ارزیابی هایی که از لحاظ جسمانی انجام میدیم برای بیماران جسمی ما رو به این سمت میبره که خیلی خوب باید بگردیم دنبال یه راه حلی برای که بتونیم به این فرد کمک کنیم و بتونیم دیسترس هاش رو کم بکنیم. یکی از این راه حل ها روان درمانی هایی هست که میتونیم برای بیماران جسمی انجام بدیم، اما مسلماً روان درمانی هایی که برای بیمار جسمی انجام میدیم خیلی متفاوت از اون روان درمانی هایی هست که توی مطب برای بیمار سرپایی انجام میدیم. چون بیمار ما یکی این که خب ترازوکیش تحت تاثیر اون شرایط بیمارستان دیگه، توی اتاق خوابیده که 3-4 تا مریض دیگه هم خوابیدن، از لحاظ جسمی ممکنه درد داشته باشه، پس زمان زیادی رو نمیتونیم واسه این روان درمانی ها بذاریم. به همین خاطر یک سری روان درمانی های اختصاصی برای بیماران جسمی طراحی شده که ما از اونها برای کمک کردن و حل مسائل روان شناختی بیماران جسمی استفاده میکنیم. میخواییم درمان دارویی رو شروع بکنیم باید هم حواسمون به تاریخچه بیماری افراد باشه،
ساید افکت داروهایی که میخوایم تجویز کنیم رو مد نظر قرار بدیم و مزیت مدیکال افراد و داروهایی که دارن برای شرایط مدیکالشون دریافت میکنن. همه اینها باید در یک ارزیابی جامع و کامل به ما کمک کنه که بتونیم یک انتخاب درست درمانی داشته باشیم. مثلا درست ما ممکنه که حدوداً 20 تا داروی ضد افسردگی مختلف داریم، اما وقتی که میریم بالای سر بیمار ممکن از این 20 تا واقعا ناچار باشیم بگردیم ببینیم کدومش کمترین مشکلات رو برای افراد داره. مثلا میگن که خب یه داروی مثل داروهای SSRI که اولین خط درمانی ما واسه افسردگی هستن، اگر کلا بخوایم بگیم خب داروهایی هستن که کمترین عارضه و کمترین تداخل با داروهای مدیکال دارن، ولی مثلا این داروها یکی از عوارضشون این هست که تجمع پلاکتی رو تحت تاثیر قرار میدن و ممکنه خونریزی رو طولانی تر بکنن. پس ما میدیم این رو تجویز اگه بکنیم برای یه فردی که قراره که یه جراحی ماژور بشه، اگر که قبل از عمل واسه کنترل افسردگیش من بیام این دارو رو بدم، ممکنه که باعث بشم که فردی خونریزی خیلی شدیدی سر عمل پیدا بکنه و همکار جراح هم دچار مشکل بشه. بنابراین در انتخاب درمانی باید خیلی دقت بکنیم، حتما شرایط مدیکال فرد، دارویی که برای شرایط مدیکالش داره میگیره و عوارض دارویی که خودم دارم انتخاب میکنم به عنوان روانپزشک رو مد نظر قرار بدم. در رابطه با تداخلات دارویی باید بدونیم که اکثر داروهای سایکوتروپی که ما به بیمارانمون میدیم داروهایی هستن که از طریق کبد متابولیزم میشن. تعداد محدودی 4-5 تا دارو داریم که صرفا متابولیزم کلیوی دارن. بنابراین چون که اکثر داروهای دیگه هم که افراد برای مسائل جسمیشون استفاده میکنن باز متابولیزم کبدی دارن، باید خیلی حواسمون به این مسئله تداخل دارویی باشه و عمدتا نیاز داریم که دوز داروهای سایکوتروپ رو در بیمارانی که دچار نارسایی کبدی هستن حتما ادجاستشون بکنیم و حواسمون به این مسئله باشه. پس وقتی به این بال سر بیماران حتما پرونده شو خیلی دقیق باید چک کنیم، آزمایش های جسمیش رو باید ببینیم و بر اساس اونها انتخاب درمانی داشته باشیم. و همونطور که گفتم عوارض داروهایی که استفاده میکنیم، این که این دارویی که میخوام بدم اگه خودش عوارض قلبی داشته باشه، اگه خودش عوارض مثل دیابت رو برای فرد ایجاد بکنه، حتما اون وقت باید توی اولویت بندی انتخاب درمانی از بین داروهای روانپزشکی دقت بکنیم و بر اساس همین ها بیایم و داروی مورد نظر رو انتخاب بکنیم. مسئله دیگه در مداخلات سایکوسوماتیک، غیر از این که ما به مسئله جسمی فرد توجه میکنیم و به مسئله روانیشون توجه میکنیم، باید به مداخلات روانی اجتماعی هم توجه داشته باشیم. اینکه این بیماری که الان میخواد از بیمارستان مرخص بشه آیا مراقبی داره در منزل که داروهاشو سر وقت بتونه بهش بده؟ آیا یک حامی داره که وقتی که قرار باشه که مثلا هفتگی بخواد این فرد یک آزمایش CBC انجام بده، حواسش به این فرد باشه و بهش کمک کنه؟ یا اینکه فردی باشه در خونه که بتونه از لحاظ روانی اون رو حمایت بکنه تا بتونه با یک مشکلی مثل کانسر کنار بیاد؟ به همین خاطر یکی از وظایف دیگه‌مون در قالب سایکوسوماتیک این هست که حمایت‌های اجتماعی رو برای افراد فراهم بکنیم و یک شبکه اجتماعی براشون ترتیب بدیم. بر اساس اون چیزهایی که وجود داره یا کمک بگیریم از واحدهای مددکاری و ارگان‌های دیگه‌ای که وجود دارن. یا اینکه تلاش کنیم که مهارت‌های کوپینگ و سازگاری افراد رو تقویت کنیم. فردی که مثلا یک موقعیت علمی بالایی داشته، یک موقعیت اجتماعی بالایی داشته، الان دچار استرس شده، قدرت حرف زدنش رو از دست داده، قدرت نوشتنش رو به خاطر سکته مغزی از دست داده، خب مسلما این آدم خیلی به هم می‌ریزه. پس نیاز دارن که حتما بهش کمک کنن که بتونه با اون مشکل جدید سازگاری و کوپینگ خوبی داشته باشه. این هم یه قسمت از وظایفی هست که یک فوق سایکوسوماتیک باهاش روبرو هست و باید اون رو مدیریت کنه. و در نهایت ما همه این کارها رو گفتیم برای چی انجام میدیم. همه این حمایت‌های روانی، همه این روان درمانی‌ها و درمان‌های دارویی با این هدف که بتونیم کمک کنیم که فردی که دچار یک مسئله جسمی هست بتونه
پروگنوز بهتری داشته باشه، مشکلاتش قابل حلتر باشه و ما به عنوان یک فردی از تیم درمانی در کنار متخصصان مدیکال کمک میکنیم که بتونن یک تصمیم گیری بهتری در رابطه با بیمارشون داشته باشن و به اون تیم درمانی حاوی بیمار و متخصصش کمک میکنیم که بتونیم راپورت و ارتباط بهتری با هم داشته باشن و تصمیمات درمانی بهتری رو با هم دیگه بگیرن. امیدوارم که مطالبی که گفتم براتون کاربردی باشه و بتونید با نقش روانشناختی و مداخلات روانشناختی در بیماری های مدیکال آشنا شده باشید. آرزوی موفقیت برای شما. خدا نگهدار.